بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له. و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ای یاد تو بهترین سرآغاز، بی یاد تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با یاد الله متعال برنامه این قسمت را آغاز می‌کنیم و خدمت شما عزیزان در هر کجا که هستید عرض سلام و خسته نباشید دارم. در خدمت شما هستیم با برنامه برگ‌های زرین از تاریخ اسلام. در فتح کشورهای اسلامی، مناطق اسلامی و پیشروی مسلمان‌ها خیلی داستان‌ها، خیلی حوادثی رخ داد که شبیه هست به افسانه تا واقعیت، اگرچه که واقعیت بوده و از واقعیت هم واقعیت تر، حقیقتی غیر قابل انکار است، اما داستانهای جالبی است که بعد نمیدونم در اینجا یکی از اینها را برای شما عزیزان بیان بکنم و اون هم فتح شهر سمرقنده. شهر سمرقند شهری است که در سرزمین معروف به سرزمین ماوراء النهر قرار داره. در زمانی که خلیفه مسلمان ها در عهد اموی ها خلیفه عادل و معروف به نام عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه بود، مسلمان ها در ماوراء النهر و در این سرزمین ها در حال فتح کشور، شهرها و مناطق جدید بودند. یکی از شهرهایی که فتح میشه شهر سمرقنده، توسط فرمانده مسلمان ها به اسم قتیبه ابن مسلم باهلی، که کسی یا شخصی که بره تاریخ اون سرزمین ها، ورود اسلام به اون مناطق را بخونه، این شخص و این انسان یعنی قتیبه حتما نامش را میدونه و حتما با این نام آشنا میشه، چون واقعا یکی از فاتحان بزرگ این سرزمین و مهم این سرزمین، این سرزمین ها یعنی ماوراء النهر، خود قتیبه بود. داستان از این قرار است، داستان فتح شهر سمرقند، که قتیبه بدون این که مردم را دعوت به اسلام بده در یک فرصتی استفاده میکنه و شهر را فتح میکنه. مسلمان ها وارد شهر سمرقند میشن، چون قاعده و اساس لشکر اسلام اینه وقتی به یک جایی نزدیک میشن، به یک منطقه وارد میشن، ابتدا مردم رو دعوت به اسلام میکنن و بعد از آن طلب صلح و جزیه و در آخر نبرد جنگی و نبرد مستقیم. اما مسلمان ها در این شهر مستقیم، در زمان قتیبه مستقیم وارد شهر میشن و شهر را فتح میکنن. این امر چیز عادی بود برای مردم سمرقند، اما یک حادثه ای که متوجه میشن اینی که کاهنان و آن مردان دینی دین و زرتشتیان و کسانی که در اونجا بودند از سکان سمرقند متوجه میشن که در اسلام یک قانون و یک قاعده وجود داره برای فتح شهرها، که گفتیم یعنی ابتدا درخواست اسلام، بعد درخواست صلح و جزیه و سپس جنگ. و اونها بدون این چیزها وارد شهر شده بودن، مسلمان ها و قتیبه اینجا بودن که تصمیم میگیرن که دادخواهی بکنن نزد خلیفه مسلمان ها عمر ابن عبدالعزیز. برای این منظور نامه ای را می نویسن شبانه کهنه ها، بدون آگاهی مسلمان ها که در اون شهر بودن، نامه ای می نویسن و شخصی را می فرستن برای دادن این نامه نزد خلیفه مسلمان ها عمر ابن عبدالعزیز.
اون شخص داستان رو این گونه بیان میکنه، یعنی از اینجا دیگه داستان را به اون شخص واگذار میکنیم که شخص میگه من اون نامه دادخواهی کهنه که این مسلمان ها با ما این کار کرده اند با خودم هم میکردم، شهرها و مناطق مختلفی را پشت سر میگذاشتم و از این منطقه دیگه، از شهری به شهر دیگه وارد میشدم، بدون این که بگم، چون مناطق اونجا جلوتر کلن مسلمان ها فتح کرده بودن، بدون این که بگم کی هستم، از کجا دارم میام و کسی از شخصیت من و چه چیزی هم میکنم آگاهی نداشت، تا اینکه تونستم خودم را به سرزمین شام و پایتخت شام و بلاد اسلامی دمشق برسونم. وقتی وارد دمشق شدم طبق معمول به جستجوی خانه خلیفه گشتم. خب پادشاه و خلیفه ها و حکام در آن زمان برای خودشان برج و باروت و قصر و یک عظمتی داشتن. میگه گشتم که بزرگترین خونه کجاست، بزرگترین چیزی که شبیه قلعه و قصر کجاست. یک چیز عظیمی را ملاحظه کردم که مردم در حال رفت آمد و عبور بودند. احساس کردم که این خودشه، حتما اینجا دیگه خونه پادشاهه. رفتم به طرف اونجا، دیدم گروهی در حال رکوع اند، گروهی دارن سجده میکنن. سوال کردم اینجا کجاست؟ آیا اینجا خونه حاکمه؟ قصر پادشاهه؟ پادشاه کجاست؟ گفت شخصی که ازش سوال کردم به من گفت اینجا مسجده، تو نماز خوندی؟ این مسلمان از اون شخص سوال کرد، از اون شخص اهل سمرقند، نماز خوندی؟ اون شخص میگه من گفتم که نماز خوندی چیه؟ گفت وقتی که فهمید من مسلمان نیستم، وقتی که فهمید از اهل سمرقند هستم، دین اسلام رو بر من عرضه کرد که اسلام اینه، ارکان اسلام اینه و این چیزی که تو ملاحظه میکنی نمازه و اینجا مسجده، نه خانه پادشاه. اون شخص میگه من تحت تأثیر این چیزها قرار گرفتم و مسلمان شدم. در همونجا مسلمان شدم و باز گفتم که من مسافریم، غریبیم، اومدم والی رو ملاقات بکنم، خلیفه رو ملاقات بکنم. شخص گفت که منظورت امیر المومنینه؟ گفت بله، منظورم امیر المومنینه. گفت این کوچه رو که میبینی همین کوچه رو ادامه بده برو تا میرسی به یک خانه گلی، اون در اون خونه رو بزن، اونجا خونه امیرالمومنینه. منم از دور یک خونه رو دیدم که خونه گلی بود، شکل قدیمی داشت، یعنی اصلا به هیچ عنوان شباهتی با قصر و مکان زندگی عمرا و پادشاه نداشت. گفتم داری از من مسخره میکنی؟ گفت نه، تو برو همونجا خلیفه رو ملاقات میکنی، امیرالمومنین را ملاقات میکنی. شخص میگه من رفتم، وقتی که رفتم و نزدیک اونجا رسیدم دیدم یک شخصی که بیشتر قیافش به انسان گلکار میخورد مشغول گلکاری دیواراست، دیوارها رو داشت سوراخاشو میگرفت با گل و زنی هم کمکش میکرد، داشت گلها به دستش میداد، اون گلی که ساخته بود و دیوارها رو محکم میکرد اون شخص. گفت من برگشتم نزد اون شخص، گفتم من اومدم از تو میگم خونه امیرالمومنین کجاست، تو داری من خونه انسان گلکار به هم راهنمایی میکنی؟ میگه نه به خدا قسم اون خونه امیرالمومنینه و همون شخص هم امیرالمومنینه. وقتی اینو گفت من رفتم نزد اون خونه و در زدم. وقتی که در زدم زن وارد اتاق خانه شد و خود اون مرد یعنی امیرالمومنین بیرون اومد، سلام علیک کرد، از من استقبال کرد، دستانش رو شست و گفت چی میخوایی؟ چه کار داری؟ کار چیه؟ گفتم من نامه‌ای با خودم حمل کردم از طرف کاهنان سمرقند، دادخواهی کاهنان سمرقند. این را که شنید نامه را دست من گرفت، یعنی اون نامه رسون میگه نامه را دست من گرفت، امیرالمومنین نامه را خون و دید که چی نوشته بودن، که نوشته بودن مسلمان ها بدون اینکه شرایط جنگ با غیر مسلمان را در نظر بگیرن شهر را فتح کردن. یعنی چی؟ بدون اینکه درخواست صلح بکنن، درخواست اسلام بکنن و بعد درخواست صلح و بعد جزیه، بعد از آن جنگ اومدن مستقیم شهر را فتح کردن. وقتی امیرالمومنین این نامه را میخونه پشت همون ورقه مینویسه که خطاب به فرمانده مسلمان ها مینویسه که این چیزی که نوشتن در این نامه را بررسی بکن و یک قاضی را برای دادگاهی خودتان انتخاب کنین، یعنی
اینها شکایتی کردن و شما هم اگر دفاعی دارین یک قاضی را انتخاب بکنین تا به امور رسیدگی بکنه. اون شخص باز میگه خلیفه نامه را با یک مهر خودش امضا کرد، دست من داد، گفت برو به فرمانده مسلمان ها در سمرقند برسون. منم تعجب کردم که چی شد، یعنی آیا این نامه و این مهر کار خودشو میکنه؟ و میگه به خدا قسم اگر این نبود که مردم سمرقند این داستان رو باور نمیکردن از من، اگر من بگم من رفتم اینطور شد نامه دادم و اون یک امضای کرد که قاضی بیاد رسیدگی بکنه، اگر واقعا باور نمیکرد من نامه رو دور مینداختم، اون نامه رو بیرون میانداختم، اما با خودم حمل کردم نامه رو و بردم. و میگه رفتم بعد از اینکه اسلام خودم را آشکار کرده بودم، یعنی مسلمان، برگشتم. در هر این بار دیگه قضیه فرق میکرد، قبلا به صورت مخفیانه اومده بود، این بار میگه هر جایی که وارد میشدم به نماز میرفتم، وارد مساجد میشدم و اسلام خودم را نشون میدادم به مردم، مردم میفهمیدن که من مسلمونم، از من استقبال میکردن، مهمان نوازی خودشون نشون میدادن، اکرام میکردن و به این طریق من خودم را به سرزمین سمرقند رسوندم و وارد سمرقند شدم. در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم و باز میگردیم در خدمت شما خواهیم بود. به سال حق، ندای حقیقت. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. این فرمان حق از سوی پروردگار توست، بنابراین از تردید کنندگان مباش. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. بله بینندگان عزیز، اون شخص میگه خودم را به سرزمین سمرقند رسوندم و نامه را تحویل کهنه دادم. کاهنان نامه را دادن دست والی سمرقند از طرف مسلمان ها که در اون زمان قتیبه شهر را فتح کرده بود، اما قتیبه وفات کرده بود و والی و فرمانده جدیدی در اون منطقه انتخاب شده بود. اونها وقتی نامه خلیفه را میبینن قاضی را انتخاب میکنن و قاضی که انتخاب میشه کسی بود به نام جمیه ابن حاضر الباجی. قاضی جمیه به عنوان یعنی قاضی و حکم برای این دو گروه که با هم دعوا هستن و یکی شکایت کرده و یکی باید دفاع بکنه انتخاب میشه و دو طرف رو طلب میکنه قاضی جمعی که چه خبره، چون نامه خلیفه رو دیده بود. از کاهنان سمرقند درخواست میکنه که شما شکایتتون چیه. اونها هم میگه که راه و روش مسلمان ها اینی که مهلت میدن به اسلام، به مردم. سه روز اول دعوت به اسلام میکنن، بعد طلب صلح و بعد مهلت میدن و برای جنگ و تا سه روز مهلت میدن، ولی مسلمان ها این کار نکردن، به ما مهلتی ندادن، ما را غافلگیر کردن و شهر را فتح کردن. و از مسلمان ها قاضی جمعی از فرمانده مسلمان ها که یعنی جانشین قتیبه بود سوال میکنه شما دلیلتون چیه؟ آن شخص هم میگه، فرمانده مسلمان ها میگه خب سرزمین اینها سرسبز و پر از آب و زراعته، اونها یعنی اگر ما اونها را طلب صفت صلح میکردیم ازشون و بعد یا یعنی اگه طلب اسلام میکردیم مسلمان نمیشدن، درخواست صلح میکردیم هم قبول نمیکردن و بعد جنگ، اونها توان مقاومت داشتن چون سرزمینشون سبزه، میتونستن مدت زیادی مقاومت بکنن، وارد اسلام نشن و ایستادگی بکنن چون سرزمینشون سرسبزه. ما اومدیم اونها رو غافلگیر کردیم، غافلگیرانه وارد شهرشون شدیم و به اونها مهلت ندادیم تا بتونن دفاع بگیرن خودشونو و نذارن مسلمان ها وارد شهر بشن. قاضی جمعی به مسلمان ها گفت ما و شما برای جهاد در راه خدا خارج شده ایم از سرزمینمان، نه برای گرفتن زمین ها و سرزمین ها و ملک.
ما برای وارد کردن دین اسلام بین مردم اومدیم، نه برای گرفتن زمین. و اینطور اینطور حکم کرد که دستور داد مسلمان ها یک حکم تاریخی و حکمی که فقط نشان دهنده عدالت مسلمان ها، بزرگ منشی مسلمان ها و اینی که واقعا ناعادل نیستن مسلمان ها. مدت زیادی هم بود مسلمان ها با اهل سمرقند رفت آمد داشتن، شهر را گرفته بودن، برخورد اخلاق مسلمان ها، روحیه مسلمان ها و عبادت مسلمان ها را دیده بودن. و اینجا هم قاضی حکم عادلانه خودش صادر میکنه، میگه من دستور میدم که مسلمان ها از شهر خارج بشن، بازارها را رها بکنن، هر چیزی که گرفتن از مردم به اونها تحویل بدن، کلن شهر را خالی بکنن از سکنه، از نیرو، از ارتش و از همه چیز، و دوباره طبق قانون اسلام عمل بکنن، از شهر بیرون برن و درخواست اسلام از مردم بکنن، بعد از آن طلب صلح، و اگر صلح نکردن بعد از آن جنگ. و این امر هنوز غروب نشده اجرا میشه، یعنی لشکر اسلام امر قاضی جمعی را اجرا میکنه، هنوز شب نشده، در حال غروبه که دود و گرد و خاکی بلند میشه در شهر، صدای غلغله و حرکتی شروع میشه در شهر. چه خبره؟ مردم میگن چه خبره، چه شد؟ میگن حکم قاضی اجرا شد، لشکر اسلام و مسلمان هایی که وارد سمرقند شدن دارن از شهر بیرون میرن. این صحنه و این چیزی که میبینن برای مردم سنگینه، چون عدالت، خیر، خوبی و بزرگی را از این لشکر دیده بودن، از این مسلمان ها دیده بودن، و این حکمی که دارن باز میبینن، این دیگه اوج عظمت عدالت مسلمان ها را با چشمان خودشون ملاحظه میکنن. یک احساس غریبی، احساس دلتنگی در میان اهل سمرقند وجود میاد، احساس میکنن که واقعا یه چیز داره رخ میده. کسانی که عادل بودن، کسانی که خیرخواه بودن، دعوت به خیر، به یگانه پرستی، به الله، به اطاعت از الله و عدم فرمانداری از هر کس میدادن، اینها دارن از شهر میرن، این عادلان، این خیران، این مردمان نیک. شهر خالی داره میشه، احساس دلتنگی در شهر وجود میاد، و وقتی که لشکر از شهر بیرون میره، صدای گریه ها، ناله ها در شهر وجود میاد. این مردم انگار از کرده خودشون پشیمان میشه، اما هنوز دیری نمیگذره که در رأس آنها و در جلو آنها خود کاهنان حرکت میکنن با مردم سمرقند و میرن به طرف مسلمان ها، در حالی که لا اله الا الله شعارشونه، در حالی که میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. گروه بزرگی، بخصوص بزرگان کاهنان شهر سمرقند، وارد دین اسلام میشن، اسلام را قبول میکنن به وسیله این حرکت و این عدالتی که از طرف مسلمان ها میبینن، و باز خود به خود شهر فتح میشه و مسلمان ها وارد شهر میشن، ولی با اسلام، اونم به این طریقی که بیان کردیم. و شهر کلن صلح یعنی گروهی که مسلمان شدن مسلمان میشن، و گروهی هم که بر دین خودشون هستن با صلح و قبول جزیه به زندگی خودشون در شهر ادامه میده، و شهر بدون جنگی که رخ بده با صلح بار دیگر فتح میشه. اما باز سمرقند قبل از این حادثه نیز فتح شده بود، و این آخرین فتح و پیروزی مسلمان ها بود. سعید ابن عثمان ابن عفان رضی الله عنه، یعنی خلیفه مسلمان، فرزند خلیفه مسلمان ها، اون را با صلح فتح کرده بود، ولی دوباره اونها شورش کرده بودن بعد از صلح. سال ابن زیاد اون را فتح کرده بود در سال 61 هجری، سعید در سال 55 هجری، باز اونها شورش کرده بود، و باز در سال 87 هجری فرمانده بزرگ مسلمان ها در سمرقند، گفتیم قتیبه ابن مسلم باهلی، آن را فتح میکنه. باز اونها شورش میکنن و دوباره خود قتیبه به صورت غافلگیرانه وارد شهر میشه و شهر را فتح میکنه. و قتیبه که شهر را فتح میکنه به این صورت که بیان کردیم، یعنی غافلگیرانه وارد شهر میشه و اونها مهلت نمیده، اونها این داستان براشون رخ میده که وقتی میفهمن که نباید بدون مهلت مسلمان وارد شهری بشه، باید درخواست اسلام، بعد صلح، بعد جنگ باشه، اونا مستقیم وارد میشن،
این دادخواهی را به نزد خلیفه مسلمان ها که در آن زمان خلیفه عادل عمر ابن عبدالعزیز بود، این دادخواهی شروع میشه و این حادثه رخ میده و بعد از آن شهر که کاملا مسلمان، یعنی به ضمن دایره مسلمان ها وارد میشه، خیلی از معابد آنها تبدیل به مساجد میشه، محل علم و علما و یکی از مهمترین شهر سرزمین ماوراءالنهر میشه. شهر سمرقند و بخارا، این دو شهر معروف هستند در سرزمین ماوراءالنهر که در زمان حاضر در اختیار کشور ازبکستان قرار دارند، که مردم سمرقند و بخارا هم فارس زبان هستند و زبان ازبکی دارند. و قتیبه این قهرمان مسلمان یکی از کسانی بود که شجاعت و مردانگی و قهرمانی زیادی در سرزمین ماوراءالنهر از خود به جا گذاشته بود، سرزمین های زیادی فتح کرده بود، انسان های زیادی را وارد اسلام کرده بود و عزتی که این قبیله قتیبه ابن مسلم باهلی، یعنی قبیله باهل، به دست آورده بود فقط و فقط از اسلامش بود، چون این قبیله در زمان جاهلیت یکی از قبیله های پست و خوار عرب بود، یعنی از احترام و ارزشی برخوردار نبودن. اما وقتی که همین ها مسلمان میشن، رهبر مسلمان ها میشن، حاکمان مسلمان ها میشن، یعنی در اسلام تقوا، پرهیزگاری، این چیزها مهم بوده، نه قبیله و قوم و این چیزها. و به این صورت برگی دیگر از برگهای زرین اسلام را با هم مرور کردیم و این بار گفتیم شهری فتح میشه با اخلاق مسلمان ها. پس ای مسلمان، مواظب اخلاق خودت هم باش. داستان های زیادی رخ میده که کفار و غیر مسلمان، مسلمان را مورد امتحان قرار میده که چه اخلاقی داره، که ببینه آیا اخلاقش واقعا اون چیزی که میگن هست، عدالتش، مثلا رازگوییش، نمیدونم خدا ترسیش، عدم دروغگوییش و این چیزها آیا واقعا درش وجود داره. و اگر وجود نداره، میبینین که ما با این اخلاق، با این کارمون باعث میشیم گروهی از دین خدا زده بشه، اگرچه که انسان باید عاقل باشه، نباید یک تمدن، یک عقیده، یک باور بزرگ را در یک شخص ملاحظه بکنه و احساس بکنه که این شخص نماد اسلامه. چون خیلی از مسلمان ها بالاخره فقط از اسلام نام اسلامی را با خود حمل میکنن، اما عمل و کردارشان شاید چندین برابر بدتر از غیر مسلمان هم باشد. پس این مسلمان مواظب اخلاق، رفتار و کردار خودت باش، چون ما میتونیم به عنوان یک سفیر مسلمان بر مقابل غیر مسلمان ها باشیم. تا یک دیدار دوباره، همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.